جلو میگه که خم تنها نیست سرمستی خوش، هرچه شهوانیست بندد چشم و گوش. اینو قبول داریم. آن بلیس از خم خوردن دور بود. داستان حالا برمیگرده به خود شیطان، حالا یکی از فرشته های خداوند میگه اصلا اون از خم خوردن، حالا داره برای ما یه جوری البته میگه که ماها که آدم های زمینی هستیم بفهمیم، یه حالتی که اگه خم خوردن گناهه، اون که فرشته بود اصلا خم خوردن نداشت. آن بلیس از خم خوردن دور بود، مست بود او از تکبر و از جهود، از حق ستیزی و خودبینی و خودبزرگی خودش مست بود و اینطوریش کرد. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آنچه مس و آهنی است. میگه مست، حالا تعریف داره میده، میگه کسیه که اون چیزی رو که نیست میبینه. اون چیزی رو که نیست میبینه، نه اینکه طرف چیزی که پشت پرده است داره میبینه. اینجا اون چیزی رو که نیست، یعنی اگه آقا ما میگیم این چیز درسته، میگه نه این درست نیست، یا خودبینی، یا خودبینی میکنه. آها اون بهتره، اون حرفتون بهتره. خودبینی، من خودی وجود نداره که من ببینم، ولی خودو میبینه. اینجا اون بر دفنش بعد معنی دیگه‌ش هم میشه، اگر مست عشق و عرفان باشی اون هم چیزی رو میبینی که نیست. بله اونم درسته، اون هم میشه، درست میگی. تو اینجا ولی اینه که اون چیزی که واقعا یه چیز مجازی و از بین رفتنیه میبینه، آدمی که مست شهوته. مست آن باشد که بیند آن که نیست، زر نماید آن چه مس و آهنیست. این سخن پایان ندارد، موسیا لب به جنبان تابرون روژد گیا. اینجا روژد هم یعنی رویدن. یه حرف بزن چه چیز تازه بیاد، دیگه ما خسته شدیم از این داستان. همچنان کرد و همان در دم زمین سبز گشت از سنبل و حب سمین. و اتفاقی که افتاد اینجاست که بوی گل و سوسن و یاسمن آید. وقتی که موسی دم زد، زمین به تحول افتاد. اینجا دمی که موسی زده، اگه قبول کنیم حرف چند تا بیت اخیرش رو، یعنی از دم آسمانی زمین رو متحول میکنه. همچنان کرد و ببخشید اندر افتادن در لوتان نفر، قهد دیده مرده از جوع البقر. چند روزی سیر خوردند از عطا، آن دمی و آدمی و چارپا. موسی تصمیمش رو گرفته بوده که دیگه فرعون جای هدایت نداره، ولی برای اینکه آدم‌ها یواش یواش بهتر بشن یا بالاخره از این عذاب در بیان، بالاخره دمی میده. میگه انقدر نعمت اومد که اینا شروع کردن این نعمت‌ها رو خوردن. کیا خوردن؟ قبطیان. آن دمی یعنی اون کسی که به یه آن الانشو میخواد. آن دمی و آدمی و چارپا، اینا سه تا مرحله رو مولوی پشت سر هم گذاشته. یعنی دمی کمترینشه، آدمی بعدیشه، چارپا و وقت بهتر از ایناست. متوجه این چیزی داره میگه؟ چون شکم پر گشت و بر نعمت زدن، وان ضرورت رفت پس تاقی شده. شکمشون که پر شد، خوشحال شدن، دوباره چی شد؟ دوباره حرفای قدیمشون شروع کردن زدن. میگم بعضی موقع ها ما یه سری کارا از شکم سیری میکنیم، نه از گرسنگی. شکم گرسنگی یک کار بهتری با ما میکنه، بهتره ما یه ذره گرسنه باشیم. نفس فرعونیست، هان سیرش مکن، تا نیارد یاد از آن کفر کهان. کفر کهان همین این داستانی که مولوی داره به ما میگه، این داستان فرعون. میگه ببین این نفسم فرعونیه،
اینو سیرش بکنی، یعنی به هر شهوتی، به هر خواسته تو تن بدی، سیر کردن این نفسه. یه یاد این کفر قدیمیش میفته که چجوری کافر بوده قبلا. بی تف آتش نگردد نفس خوب، تا نشد آهن چو اخگر هین مکن. میگه تا این نفس یه ذره تو این آتیش جلز و بلز نکنه درست نمیشه. مثل آهنی که تا موقعی که تو آتیش نیفتاده نرم نمیشه که تو بتونی روش بکنی. بی مجاعت نیست تن جنبش کنن، آهن سردیست میکوبی بدن. میگه کسی که گرسنه نباشه جنبش داره میکنه، ولی نیست سیر اینن آهن سرد میمونه که تو داری هی بهش چکش میزنی، به جایی نمیرسه. این آهن باید گداخته بشه، باید یکمی سختی بکشه. اینجا مولوی سختیایی که ما میکشیم اون گداخته شدن آهنه میدونه. به خاطر همین وقت همه این ضرب و مثل هم ازش اومده بیرون. اون چیزی که نمیکشتت محکم ترت میکنه، یه چیزی که آمریکایی‌ها میگن The thing that doesn't break you makes you stronger. یعنی چی؟ یعنی بالاخره گداخته شدی، آب دیده شدی. خودمون هم میگیم بالاخره طرف هی بیشتر تجربه میکنه، بیشتر آب دیده میشه. گر بگرید و بنالد زار زار، او نخواهد شد مسلمان. هوش دار. این کیو میگه؟ دوباره نفس رو میگه. یاد باشه بهش سختی بدی شروع میکنه برات گریه کردن، زار زارم برات گریه میکنه. میگه تا موقعی که این حرفشو میشنوی گوش بهش نده. اوچ و فرعون است در قحطان چنان، پیش موسی سر نهد لابه کنان. میگه اینه فرعون میمونه. فرعونم وقتی قحطی کشید اومد پلوه موسی و گفت غلط کردم. چون که مستقنا شد و تاقی شود، خرچ و بارنداخ استیزه زنند. اسکیزه زنند. اسکیزه یعنی جفتک. چون میگه که خر وقت اینن این که خر وقتی که بارش بیفته شروع میکنه به جفتک انداختن، اونم وقتی که دیگه نیازی به چیز نشد تاقی میشه و یاقی میشه. پس فراموشش شود چون رفت پیش، کار او زن آه و زاری های خیش. وقتی کارش را میفته، اینا مایی ما، کارمون که را میفته بله. سالها مردی که در شهری بود، یک زمان که چشم در خوابی رود، شهر دیگر بیند او پر نیک و بد، هیچ در یادش نیاید شهر خود. میگه داستان به یک چیز ضرب المثل در حقیقت. میگه یه مثلا یه مردی توی شهری زندگی میکرده، ولی یه موقعی چشش تو خواب میره، توی خواب یه شهری دیگه میبینه. وقتی داره خواب میبینه یادش نمیاد شهری که توش بوده رو. نکته داره اینجا که من آنجا بودم، این شهر نو نیست آن من، در اینجایم گرو. که من اینجا که اومدم، اینجا شهر من نیست، من به اینجا تعلق ندارم، اینجا گرویه، اینجا اجاره است. یادتونه صحبت اجاره رو بهتون به ما میگفت بابا یه اینجا یه شما این دکانی که داری اینجا اجاره کردی، اجارت سر بیاد باید پاشی بری. بعد میکنن کف این دکان تو، نشون میدن گنجی که داشتی که پیدا نکردی کجاست. پار دوزی میکنی در این دکان، زیر این دکان تو پنهان دکان. آدمایی که وصل پینه میکنن، وصل پینه هم مولوی میگفت دیگه، وصل پینه همش اینه که چجوری ما این تنمون رو نگه داریم. خب بل چنان داند که خود پیوسته او، هم در این شهرش بودست ابداع و خوب. تا
تازه طرف تو خواب میگه اصلا اینجا من سالیان سالی که من اینجا خیلی هم وضعم خوب بوده. چه عجب گر روح موتنهای خیش که بودستش مسکن و میلاد پیش می نیارد یاد، که این دنیا چو خواب می فرو پوشد چو اختر را سحاب. نفش یه ذره سنگینه، یه ذره غلط اندازه، ولی باید حرفشو بزنیم. میگه عجب، چه عجبه، چه جالبه، چه تعجب داره برای من که روح وطنهای قبلی خودشو یادش نمیاد. مولوی همیشه به ما گفته که یک بار زاید آدمی صد بار من زاییدم. مولوی به این مسئله اعتقاد داره. حرفش هم اینه که وطنهای دیگه ای داشته این روح ما. چه عجب گر روح مونتنهای خیش که بودستش مسکن و میلاد پیش می نیارد یاد، یادش نیاد، که این دنیا چو خواب می فرو پوشد چو اختر را سحاب. این ابری که جلوی ستاره رو میگیره، این دنیا مثل خواب جلوی چشم ما رو میگیره که ما یادمون نیاد اصلمون کجا بوده یا قبلا وطنمون کجا بوده. حالا اینجا وطن یه وطن فقط نبوده، موتن یعنی بیشتر از یک جا. این بیت چهده برو موتن های خیش که بودستش مسکن و میداد پیش اشاره به تناسخ دیگه. بله، مولوی هم همسایه برق، همسایه هندوستان بود. افکاری یکی از اونجا میاد. حالا شما اونطوری نگاه نکنید این مسئله به خاطر چیزش، ولی مولوی انکار نکرده از اینکه این تداومی که تو تجربه گوناگونی ها روحش داشته، هیچ وقت اینو انکار نکرد. خاصه چندین شهرها را کوفته، گردها از درک او ناروفته. میگه تازه روحی که بیاد و یه سری شهرها را همینجوری رفته، بعضی ها رو فهمیده چه خبر، بعضی ها را نفهمیده. اجتهاد گرم ناکرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا. اینجا اجتهاد گرم ناکرده یعنی تا موقعی که کوشش زیاد نکنی. اجتهاد گرم ناکرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا، میگه تا موقعی که میخوای دلت صاف بشه و این ماجرا رو بتونی ببینی، باید کوشش خیلی خیلی زیاد بکنی. یعنی همینجوری نیست. سر برون آرد دلش از بخش زار، بخش یعنی سوراخ. سر برون آرد دلش از بخش راز، اول و آخر ببیند چشم ما. میگه وقتی جهد زیاد بکنی بالاخره سر میاره بیرون از این سوراخی که به وجود میاد، یه روزنه. یادتونه ما تو دفتر سوم اینو خوندیم که مولوی میگفت ای کاش دل ما یه روزنه توش وا بشه. فقط خودش دل شکافته اینو میگه، وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو بافت دلم، وا شد و بشکاف دلم. اینو راجع به خودش میگه، ولی به ماها میگه بابا یه روزنه براتون پیدا بشه کافی. اول و آخر ببیند چشم باز. خب حالا ما من میخوام هم بکنم اینو بخونم، همین که من پیدا کردم این فیلم رو، این فیلم رو هم شما ها الان 11:39 است، این 5 دقیقه جلو. خب وقته اطوار و منازل آدمی از ابتدا. اینجا اطوار یعنی وضع و حالت آدم ها. حالا یه ذره جریان داره سنگین میشه. بالاخره حالا بخونیم ببینیم چی میگه. آمد اول
آمده اول به اقلیم جماد و از جمادی در نباتی افتاد. این جوری که ما اومدیم و داره به ما میگه، میگه اولش ما به عنوان یه جماد اومدیم، از جماد به نبات تبدیل شد. نبات یعنی گیاهان. بله. سالها اندر نباتی عمر کرد و از جمادی یاد ناورد از نبات. ما موقعی هم که تو نباتی بودیم یادمون هیچ وقت نمی اومده که این موقعی هم ما جماد بودیم. عجیبه، کردیتشو داروین گرفت. آره. حالا صبر کنید. حالا دارم پیدا میکنم فردوسی چی رفته توی اینترودکشن که خواب برداشت. اون به برمان فردوسی رو فردوسی هم میگه اینو. آره. بله. یعنی این حرف، این هر مرسی که دارید میگید. خب حرفه، حرف با یه نظریه علمی خیلی فرق. نه اتفاقا ببخشید. نظریه علمی ما زور زدیم بعد از پدر خودمون رو درآوردیم به یه حرفی رسیدیم که اگه عمیقاً خودمون بهش ایمان داشتیم به اون گفته شده. اینو از خودمون به خودمون کردیت ندیم سر این مثلا. ما اینجا این از ببخشید این از ناقص العقل بودن ما هاست. حرفو داره میزنه. حالا حرفش خودش هم باز میگه، میگه خیلی تا موقع که حتی من به گفتار بیام کلی طول کشید تا من حرف بزنم. خودش هم توی هم تکاملی رفته. ولی حالا جلو بریم. جماعت مگه از جامعه نمیدونم؟ بله؟ جماعت. بله. مولوی داره اول خاک بودیم دیگه. ببینید بذارید گوش کنید پس بذارید بخونیم اینو. میگه آمده اول به اقلیم جماد و از جمادی در نباتی افتاد، سالها اندر نباتی عمر کرد و از جمادی یاد ناورد از نبرد و از نباتی چون به حیوان افتاد نامدش حال نباتی هیچ شد. ما هر تکاملی که کردیم قبلیه یادمون رفته. خب این حرف با حرف سقراط هم یکیه در حقیقت. اینم بزنم سقراط هم همین حرف رو زده. چون همین میلی که دارد سوی آن خاصه در وقت بهار و زیمران، زیمران یعنی ریحان، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان. میگه ببین یه نشونه بهتون میدم، شماها بهار خیلی خوشتون میاد، دلیلش اینه که موقعی هم که نباتی بودیم وقتی بهار میومده حال میکردیم، هیچ کدومتون هم با زمستون حال نمیکنین. به خاطر چی؟ بخاطر وقتی نباتی هم بودیم زمستون که میومده خوشتون نمیومده. یعنی یه جوری داره برای آدم هایی یه سری دلایل راحت میاره که زیاد سخت نگیریم اینو. تاریخ چون همچون میل کودکان با مادران سر میل خود ندارد در لبان. لبان یعنی شیر خوردن. میگه بچه هم وقتی که با مادرش داره، وقتی که بزرگ داره میشه نمیدونه چرا اینقدر دوست داره شیر بخوره. حالا این میگه همچون میل مفرط هر نومرید سوی آن پیر جوانبخت مجید. میگه هر آدمی هم که مفرط یعنی فراوان، هر آدمی هم که مرید یه کسی هست، نومریده یعنی در حقیقت مبتدیه، خب سوی آن پیر جوانبخت مجید، هر کسی که تازه یه کاریو شروع کرده نگاه میکنه به یه کسی که قبلا مرشد بوده یا اینو میدونه. جزء عقل این از آن عقل کل است، جنبش این سایه زان شاخ گل است. پس میگه از این عقل جزئی بدون یه عقل کلی بوده، به خاطر اینکه اگه این شاخه داره این گل هستش به خاطر اینکه یه شاخه‌ای هم بهش وصله. سایه اش فانی شود آخر در او، پس بداند سر میل و جستجو. یه جایی هم که خورشید بتابه آخر سر شما به سایه نمیتونی دل ببندی. چرا؟ به خاطر اینکه سایه آخر سر
فانی میشه، اصلش رو دنبالش میدوی. این بیت رو من خوندم، یه تجربه خیلی داستان کوچولو بهتون بگم. من یه داشتم یه آپارتمان نگاه میکردم، بعد میبینید که آپارتمان ها رو مثلا نگاه میکنیم عکساشون رو انداختن خیلی خوشگله، مثلا طرف هم اومده خیلی چیز عکس گرفته و اینا، بعد نوشته بود که یه کورتیارد خیلی بزرگم جور، بعد یه عکسی هم دکتر بودم بعد چه کورتیارد خوشگلی فلان و اینا. خلاصه خیلی علامت شده بودم اینجا رو ببینم و بگیرم اگه میشون. بعد نگاه کردم شما گفتم این آفتاب از کجا میخوره به اینجا. خلاصه اصرار کردم که من اینجا رو ببینم. بالاخره یه قبل از اینم که عصر بشه رفتم اونجا و وقتی که وارد شدم دیدم هم تو وارد این خونه ما میشیم همینجور وارد شدی، فقط یه پنجره خیلی گنده اون جلوشه، دیگه هیچ چیز دیگه هم نداره، همه جور در دیوار. پنجره رو نگاه کردم گفتم آفتاب چجوری میاد اینجا؟ طرف گفت این دیوار روبرو رو میبینی؟ این دیوار رو یارو رنگ کرده سفید، این ریفلکشن آفتاب میخوره میاد اینجا. این عینن همین بیت بود که آدم که سایه جو باشه میگه بخ خب پس اوکی اینم اوکیه دیگه، ولی آدم خودش دنبال اصل آفتابه. هر وقت آفتاب بهت خورد حال میکنی، ریفلکشنش که با آدم میکنه که فایده نداره. به هم باز از حیوان سوی انسانیش میکشیدن خالقی که دانیش. پس ما اتفاقی که واسه همون میفته این مراحل رو طی میکنیم، ولی اون کسی که ما اصلمون از اونه ما رو میکشه طرف انسانی شدن. یعنی یه حالتهایی ما چه بخوایم نخوایم به این طریق داریم میریم. ببخشید جز به عقل این از آن عقل کل است، جنبش این سایه زان شاخ گل است، سایهش فانی شود آخر در رو پس بداند، سر میل و جستجو سایه شاخ دگر ای نیک بخت، کی به جنبت گر نجنبت این درخت. مرسی. اگه این درخت تکون نخوره سایه تکون نمیخوره که. پس اصل جای دیگه است. باز از حیوان سوی انسانیش می کشید آن خالقی که دانیش، همچو اقلیم تا همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. حالا اینجا اقلیم تا اقلیم، اقلیم یعنی کشور، ولایت، ده، جا. میگه از اینجا تا یه جای دیگه تو باید بری تا اینکه تجربه به دست بیاری. یعنی ما چه بخوایم اینو باور کنیم چه باور نکنیم، ما این کارا رو تا الانش هم کردیم، از الان به بعدش هم خواهیم کرد. یعنی ما از یه ولایت به یه ولایت دیگه میریم. عقل‌های اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردن نیست. میگه تو عقلای اولت یادت نیست. عقلای اول یعنی اون عقل جزئی، ما این عقل جزئیمون هم داره بزرگ میشه، داره تکامل پیدا میکنه. میگه اونم یادت نیست. همینطور که علانه وقتی به جای دیگه برسی هم از این عقل هم از این عقلش تحول کرده نیست، از این عقلم شما به یه تحولی میرسی. یعنی جای بعدی که برسی اینو یادت نمیام. تاره از این عقل پرهرس و طلب صد هزاران عقل بیند بلعجب. آخرش اینه که ما از این عقل پرهرس و طمع وارهی، یعنی بالاخره رهایی پیدا میکنیم. اما تا موقعی که با اونجا برسیم صد هزاران عقل بیند بلعجب. راه داره، کار داره. گرچه خفته گشت و شد ناسیز پیش، کی گذارندش در آن نسیان خیش. میگه ما درسته که ما خوابمون میگیره و نسیان یعنی فراموشی گرفتن، ما از قبلمون هم فراموشی بهمون دست میده، اما یه نکته اینجا داره، کی گذارندش در آن نسیان خیش. خدا که نمیذاره ما تو فراموشی بمونیم. یعنی یکی کارهایی که خدا با ما میکنه میخواد ما را از فراموشیمون در بیاره. باز از آن خوابش به بیداری کشند، که کند بر حالت خود ریش خند. داستان مرده بود که خوابیده بود، رفته بود یه شهری، شهر خودش یادش رفته بود. این به اونم ربط داره. میگه بالاخره از این خواب بیدارت میکنه.
به بیداری کشند که کند بر حالت خود ریشخند. وقتی بیدار میشه میگه ای بابا من خواب بودم. که چه غم بودان که میخوردم به خواب، چون فراموشم شد احوال سوا. میگه من چجوری اونجا داشتم غم میخوردم و ناراحتی میکشتم که احوال ثواب، یعنی احوال نیک، احوال خوب یادم رفته بود دیگه. چون ندانستم که آن غم و اعتلال فعل خواب است و فریب است و خیال. چجوری یادم رفته بود که اون چیزی که داشتم میدیدم همش کار این خوابه. همچنان دنیا که حلم نایم است. حلم نایم یعنی خواب شخص، آدم نایم یعنی شخصی که خوابه. این دنیا یه خوابه. خفته پندارد که این خود دائم است. آدمایی که خوابن میگن این همیشگیه. کسایی که خودشون رو فریز کردن میگن این همیشگیه. تا برآید ناگهان صبح اجل. به خاطر همین میگن صبح اجل بهش. دقت کردید همیشه به من که چیز میکنم میگن صبح اجل بالاخره برمیاد. دلیل این که میگن صبح اجل اینه، اینجاست، به خاطر اینکه از خواب قرار پاشی. هیچ وقت به این کسی بده میگه در خواب اجل میری، همیشه صبح اجل شما قرار پاشی. تا برآید ناگهان صبح اجل، وارهد از ظلمت زن و دقل. تا اینکه از این شکی که ما داشتیم بالاخره در میان، بیداری رو میبینیم. خنده اش گیرد از آن غمهای خیش، چون ببیند مستقر رو جای خیش. وقتی جاشو میبینه خندهش میگیره، من کجا بودم؟ هرچه تو در خواب بینی نیک و بعد روز محشر یک به یک پیدا شود. اینجا روز محشر پس میشه وقتی شما بیدار میشی، وقتی هرچی تو خواب دیده باشی یادته. یه بابا آنچه کردی اندر این خواب جهان، گردد از هنگام بیداری عیان. هر کاری که کردی تو این خوابی که تو دنیا بودی، وقتی بیدار میشی برات نشون داده میشه، خودت میبینیش. تا نپنداری که این بد کردن نیست، اندر این خواب و تو را تعبیر نیست. آها، حالا اینجا تعبیر خواب و مولوی آورده تو این جریان. ما خودمون تعبیر میکنیم خوابامونو. میگه پس بدون که وقتی بیدار میشی خوابا تعبیر و وقت داره. پس که این خنده بود گریه و زفیر، روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر. میگن تو خواب اگه بخندی یعنی برات غم قراره برسه، اگه گریه کنی برات شادی میرسه. پس اینم همینو میگه. میگه پس وقتی بیدار میشی میبینی اون موقع که تو ستم میکردی و میخندیدی، حالا الانه برات غم میاره. گریه و درد و غم و زاری خود، شادمانی دان به بیداری خود. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گرفت. اون که اومدی مثل یوسفان، کسایی که اهل دل بودن، اومدی مسخرهشون کردی، اذیتشون کردی، سنگ جلو باشون انداختی، آخر سر تو گل برمیخیزی از اون خواب. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو. اینجا یواش یواش داره به خودمون باز میگه. ماها گرگا رو خودمون تو خودمون پرورش دادیم که اینا شروع میکنن بعدن به خودمون خشم میارن. خون نخسبد بعد مرگت در قصاص، تو مگو که مردم و یابم خلاص. یه حالتی داره میگه خون ناحق که بریزی این قصاصت هم که میکنن، ولی این آخر سر گریبانگیرت اون موقع میشه. قصاص بهت کاری نداره. یه جورایی هم داره بهت میگه چه قصاص بشی چه قصاص نشی، آخر سر این خون باهات هست. خون نخسبد. مولوی دو سه دفعه این حرفه که خون نمیخوابه رو گفته. اینجا هاست که وقتی ریخته میشه آدم میگه آدم برحذر باشین که چه اتفاقی میفته. این قصاص نر تیرت سازی است، پیش زخم آن قصاص این بازی است. این قصاص همچین الان دارن میکنن، این حیلت سازی هستی رو دارن، من و شما رو دارن بازی میدن. پیش اون قصاصی که قراره بشه این چیزی نیست.
زین لعب خوانده است خدا، ببخشید زین لعب خوانده است دنیا را خدا، کین جزا لعب است پیش آن جزا. اینجا لعب یعنی بازیچه، میگه به خاطر همین خدا گفته اینجا بازیچه است، پیش اون عذاب اینجا هیچه، این جزا تسکین جنگ و فتنه است. آن چو اخصا است این چون ختنه است. اخصا یعنی اخته کردن، خیلی ببخشید مرد رو که وقتی که مردیشو برمیدارن میشه اخصا. میگه این اون موقع اون عذابی که میکشی عیناً این که اخته کرده باشن یک کسی و این چیز که انجام میده این که ختنه کرده باشن یک کسی و اینم از این. حالا من هنوز یه 3 دقیقه با شما کار دارم، 4 دقیقه. این فیلمی که راجع بهتون گفتم من پیدا کردم، اگه دوست دارید ببینید ببینید، اگر دوست دارید برید عجبه برید میتونید که چیز کنید. این یه تیکش 4 دقیقه است. اینجا جاییه که این مرد میرسه به این که میبینه ای بابا توی یه جاییه که دیمنشنا دیگه براش معنی نداره، به دیمنشن پنجم رسیده. دیمنشن پنجم هنوز که هنوز از لحاظ علمی همه باهاش مشکل دارن که اصلا همچین دیمنشن میتونه باشه یا نباشه. حالا myself here. We're here to communicate with the three-dimensional world. We're the bridge. بچگی این چیزها رو میدید، متوجه نمیشد چیه، خود ایدم متوجه نمیشد، تصمیم گرفت به این سفر طولانی بره. حالا دخترش بزرگ شده و هنوز براش این مسئله است که این پیغامی که دختره میگفته من میگیرم، خود دخترم میگفته این پیغامه چیه که من میگرفتم. اینجا الان دختره داره دوباره اون پیغامها رو انالیزه میکنه چون اتاقش رو هنوز دست نخورده بوده. حالا این داره دوباره اینو میشه. They have access to infinite time and space, but they're not bound by anything. They can't find a specific place in time. They can't communicate. That's why I'm here. I'm gonna find a way to tell Murph, just like I found this moment. How? Love, Tars, love. It's just like Grant said. My connection with Murph, it is quantifiable. It's the key. What are we here to do? Find out, tell her. Cooper, what if she never came back for it? She will. She will. Oh, I can see his heart!
Because I gave it to her. که این نشون میده ما داستان شمس و مولانا رو میشنویم، بعد میگیم مولوی چجوری متحول شد، چجوری اینا پیغام براشون اومده، چجوری براشون چیز شده. ما برامون هنوز که هنوزه با اینکه صاحب این لیترچر و این اینا هستیم، هنوز باز شک داریم، نمیدونم هزار تا چیز به این بنده خداها بستیم، نمیدونم اون یکی دختر دوست دختر داشته، اون یکی گی بوده، اون یکی فلان بوده، اون یکی بیسال بوده. تو این فیلم تنها جوری که این بنده خدا اینم اومده داره این صحبت اینه که پیغام داره دختره میگیره و پیغام داره میگه میده، این اصل رو این داره تو این فیلم پیاده میکنه. برای اینکه تونسته این دوتا رو به هم دیگه بچسبونه، میاد از یه چیزی مثل یه ساعت درستون که من و شما بفهمیم که اوکی این امکانش هست. این همون بختش نبود یا روزنه نبود؟ این همون روزنه است، این همون روزنه است که باید باز شه که پیغامه بیاد. ماها همه اینا رو وقت تو این چیزای این شعرهایی که داریم میخونیم همش به همون گفته شده است، ولی ببخشید ما خودمون ریفیوز میکنیم که باور داشته باشیم. یه دفعه بیایم شک نکنیم، باور کنیم، بگیم امکانش هست. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، گفت کلید همه اینا با لاور. فهمونی از کجا اینو آورده این؟ مولوی همه چیش میگه آخر سر کلید همه این چیزا عشقه. یه همه اینا رو میچسبونم به هم. برید فیلم رو ببینید. انشاءالله هفته دیگه. خیلی ممنون.
شما هنوز برای من ایمیل نمیفرستین؟ آخه من ایمیلتون لابد ندارم.